سلام عزیز دلم، اومدم براتون با ماساژ برای لب بالایی. وقتی که سن میره بالا این حالت لب بالا میفته، چون این ماهیچه های اینجا که بهش میگن فیلتروم تنبل میشه. میریم که چند تا ماساژ داشته باشیم با هم دیگه. بهتون تمیز باشه، دست دور لبتون رو چرب کنید حتما، این که درست انجامش بدین، چون نمیخوایم که بیشتر دور لب چروک بیفته. یعنی من مثلا اگه میخواید لبتون رو قنچه کنید، حالتی نکنید که پشت دور لبتون چروک بیفته. سعی کنید قنچه که انجام میدید حالت ریلکسی باشه. ببینید این حالتی، سعی کنید که هر دوتا رو به یه اندازه بیرون بدید، لب پایینی رو بیشتر بیرون ندید یا لب بالایی رو کمتر. این حالتی یک دقیقه لبتون رو به این حالت نگه داریم. من خودم میرم پیاده روی این کار رو انجام میدم. حالا کار دیگه که انجام میدید، انگشتتون حالا با یا شست یا با انگشت اشاره بذارید زیر بینیتون این حالتی و ماساژ بدید. این حالتی ببینید اینجا باشه. این حالت برای ماهیچه بالای لب خیلی خوبه. یک دقیقه این کار رو انجام بدید. وقتی که سن بالا میره لب بالایی ماهیچه‌هاش خیلی تنبل میشن و حتی اگه مثلا صورت بوتاکس و اینو هم بزنی باز این لب خودشو نشون میده. خیلی باید، یعنی یه چیزی که باید اینم حتما توی روتینتون باشه. حالا چیز دیگه که ورزش دیگه که میخوام بهتون بگم، اینو اگه که ببینید لب رو اینطور نگه میداری یک دقیقه، من عادت کرده صورتم خیلی خسته میشه لب. خب سعی کنید که هفته اول فقط همین کار رو انجام بدید، ولی هفته دوم سعی کنید یه مدادی، یه چیزی که وزنش مثلا یه اندازه، مثلا یه از اول تا آخرش یه اندازه باشه، یه طرفی سبکتر سنگین تر نباشه، بذارید اینجا. و یک دقیقه این کار رو انجام بدید. باز مثلا میتونید هفته بعدش سعی کنید که مثلا یه چیز یه مداد زخیم تر برداریم. من الان چیزی در دسترسم نیست، من خودم با همین فقط یه دونه مداد این کار رو انجام میدم، ولی شما میتونید به یکم بزرگترم انجام بدید، مثلا یک کم از این بزرگتر باشه. خودکارم هم خوبه. هفته سوم مثلا سعی کنید که این کار رو انجام بدید که مثلا هر کدومش هم یک دقیقه، این که مثلا به مرور این کار رو انجام بدید، یا یک این کار مثلا هم تنهایی ماساژ انجام بدید، بعد مداد بذارید، بعد مثلا یه چیز سنگین تر بذارید. این کار نباشه، اینا مثل وزنه میمونه، همچون که وزنه برای بدنتون انجام میدید برای لبتون هم همینه. من خودم بیشتر با این مداد که سبک‌تر انجام میدم. نیام هستن، بعضی از نیام هستن که زخیمن، حالا من دارم طبقه پایینه، باید دارم پایین بیارمش بالا، اونا هم میتونید انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو مورد استفادهتون قرار بگیره. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.